تظاهرات ضد مردمی مردم رامشیر، تجمع اعتراضی مردم نجف آباد اصفهان، اعتراض‌های کارگری در تهران و بهبهان، اعتراض مردم 22 روستای قم به قطع آب، اعدام دو زندانی در زاهدان و تبریز و شلاق زدن به 3 دانشجو در ملأ عام در شهر کرد. مردم شهر رامشیر روز سه‌شنبه اول بهمن ماه در اعتراض به مرگ یک جوان تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گردانندگان بیمارستان شهر رامشیر به خانواده جوانی به نام کاظم خبر می‌دهند که وی فوت کرده است. اما بعد از اینکه این جوان را برای خاکسپاری به قبرستان منتقل می‌کنند، معلوم می‌شود که نامبرده هنوز زنده است. مردم به سرعت با بیمارستان تماس گرفته و درخواست آمبولانس می‌کنند، اما آنها اهمیتی نمی‌دهند و این جوان فوت می‌کند. این امر باعث خشم مردم شده و تظاهرات بزرگی علیه کارگزاران رژیم برگزار می‌کنند. جمع زیادی از مردم نجف آباد اصفهان روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در اعتراض به مرگ 3 نفر طی 2 هفته گذشته بر اثر سهل‌انگاری بیمارستان نجف آباد در مقابل ساختمان اداری این بیمارستان تجمع کردند. زهرا غلامی 18 ساله، مصطفی رحیمی 48 ساله و علی داوری 22 ساله طی 2 هفته گذشته به علت عدم مراقبت صحیح بعد از عمل جراحی فوت کردند و پزشک قانونی رسماً به مرگ بر اثر عدم رسیدگی در بیمارستان اذعان کرده است. کارگران شهرداری بهبهان 12 روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. مردم بیش از 22 روستا در بخش جعفریه قم روز سه‌شنبه اول بهمن ماه در مقابل سازمان آب و فاضلاب رژیم تجمع کردند و به قطع آب اعتراض کردند. بیش از 400 تن از کارگران شرکت ایران تایر در تهران در اعتراض به اخراج 80 تن از همکاران روزمزد خود روز چهارشنبه دوم بهمن ماه برای دومین روز اعتصاب کردند. نمایندگان کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به انتخابات قلابی شورای اسلامی کار و تخلفات و تقلبات فراوان تجمع کردند. این تجمع در محل ساختمان وزارت کار رژیم صورت گرفت. روز سه‌شنبه اول بهمن ماه یک زوج جوان در ورودی شهر کرد با مزدوران بسیجی که قصد بازجویی و اذیت آنان را داشتند درگیر شدند. مزدوران بسیجی خود را آتش می‌زنند، اما وقتی که مردم به کمک این زوج می آیند، از ترس فرار می کنند. رژیم ضد بشری آخوندی دو زندانی را در زاهدان و تبریز به دار آویخت. زندانی که در زاهدان اعدام شد 31 ساله بود. طی هفته جاری حداقل دو زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. رژیم آخوندی به 3 دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه آزاد شهر کرد در میدان اصلی شهر هر کدام 85 ضربه شلاق زد. اسامی این 3 دانشجو عبارتند از یوسف شیخ سامانی، رضا احمدی و فرهاد شفقت. به گزارش دریافتی 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج روز چهارشنبه دوم بهمن به زندان گوهردشت منتقل شدند. این 4 زندانی به نام‌های حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی که 75 روز در اعتصاب قضا بودند، علاوه بر درخواست لغو حکم اعدام، خواهان برگشت به زندان گوهردشت نیز بودند که دشقیمان به این خواسته آنان نیز تن دادند. نیروهای امنیتی اصفهان 6 تن از کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان را بازداشت کردند. اسامی این کارگران عبارتند از صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیاممنی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی. کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان حدود 3 ماه است در اعتراض به ادامه سیاست کوچکسازی کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. کارگران در آخرین اعتراض 2 تن از گردانندگان این کارخانه را از کارخانه بیرون انداختند.